به نام خداوند بخشنده مهربان، محمد رضا دوران نژاد هستم، کارشناس ارشد فیزیک اتمی و مولکولی، با درس آموزش تکنیک خلأ در خدمت شما عزیزان هستم. مفاهیم اولیه و نظریه جنبشی گازها. خلأ چیست؟ همانطور که در این شکل می‌بینید، یک محفظه شیشه‌ای داریم، مثلا در داخل آن هواست و به یک پمپ وصل. اگر ما دسته پمپ را بکشیم، هوای داخل این خالی میشه. پس داریم خلأ ایجاد میکنیم. تکنیک ایجاد خلأ چیست؟ در این آموزش ما یاد میگیریم که چگونه خلأ را به وجود بیاوریم. دستگاه‌های ایجاد خلأ کدامند؟ ما در این آموزش دستگاه‌ها را میشناسیم و نحوه استفاده از آنها را یاد میگیریم. در این آموزش ما یاد می‌گیریم که چگونه می‌توان فشار در خلأ را اندازه‌گیری کرد. مثلا به این شکل نگاه کنید، عقربه هست، مدرج و پمپ که با فشار دادن این پمپ عقربه می‌چرخد. چه دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند فشار را در خلأ اندازه‌گیری کنند؟ اصلاً کاربرد ایجاد خلأ چیست؟ چرا ما خلأ را ایجاد می‌کنیم و چه کاربردهایی در صنعت و پزشکی دارد؟ ما چگونه می‌توانیم از خلأی که ایجاد کردیم محافظت کنیم و همچنین چگونه می‌توانیم از دستگاه‌هایی که خلأ را ایجاد می‌کنند محافظت و نگهداری کنیم؟ پمپ‌های ایجاد خلأ میشناسیم. توضیح میدهیم که این پمپ ها چی هستند و چه کاربردهایی دارند. میرسیم به نظریه جنبشی گازها. اول نگاه کنیم به حرکت مولکول ها. در این شکل مولکول هایی را میبینید که در جهات مختلف در حال حرکت هست و اطراف حرکت میکنند. حرکت زگزاگی دارند این مولکول. ببینیم سرعت مولکول ها چجوریه. این مولکول ها حرکت زیگزاگی دارند، حرکت نوسانی دارند، با همدیگه برخورد میکنند. ما اگر بخواهیم سرعت تک تک این مولکول ها را به دست بیاریم، کار بسیار بسیار سختیه. به همین خاطر از مکانیک آماری و توزیع آماری استفاده میکنیم تا بتوانیم سرعت مولکول ها را به دست بیاریم. مثلا توزیع بولتزمن. چگونه انرژی رد و بدل می شود اینجا؟ مولکول ها به هم برخورد می کنند، به هم دیگر انرژی می دهند. به دیواره ظرف برخورد می کنند، به هم انرژی می دهند. مطلب بعدی ما چگالی هست. اگر به این دو شکل نگاه کنیم، می بینیم که در شکل سمت چپ تعداد قرص های مثلا فلزی خیلی کمتر است تعداد قرص های فلزی در سمت راست است. پس سمت راست چگالتر هست. یعنی چی؟ یعنی جرم در واحد حجمش بیشتر هست. بعد چگالی یا دانسیته یعنی جرم در واحد حجم. یکای اصلیش چی هست؟ در سیستم بین المللی یکاها، یکای اصلی کیلوگرم بر متر مکعب هست. ادامه می دهیم مفاهیم اولیه با مرور یک سری مثال، مثل جامد، مثل مایع، مثل گاز و مثل پلاسما. البته ستاره های نوترونی هم داریم که ما اینجا در موردش توضیح نخواهیم. میرسیم به ویژگی های جسم جامد. اولا ببینیم فاصله مولکول ها در جسم جامد چگونه است. این مولکول ها و اتم ها تنگ هم چسبیدن، پس حرکت نمی توانند بکنند. حتی حرکت نوسانی نمی توانند داشته باشند. فقط یک حرکت ارتعاشی بسیار 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 کوچک حول یک محور بسیار بسیار کوتاه. به همین خاطر هست که جامدات می توانند شکل خودشون را حفظ کنند. یعنی اگر ما یک قطعه بلور نمک طعام را تکه تکه کنیم تا کوچک بشود، باز هم جامد خواهد. مطلب بعدی مایع هست. نگاه کنیم ببینیم فاصله مولکول ها چگونه است.
در مایعات فاصله مولکول‌ها بیشتر از فاصله مولکول‌ها در جامدات هست. یعنی چی؟ یعنی مایع یک حالت بینابینی داره بین جامد و گاز هست. پس فاصله مولکول‌ها در مایعات از جامدات بیشتر و از گازها کمتر. شکل مایعات تابع ظرف در هر ظرفی که ریخته بشوند همان شکل را خواهند گرفت. سطح مایعات صاف است. چرا؟ چون مولکول‌های روی سطح دست به دست هم میدن و شبیه یک توری عمل میکنند و سطح مایع صاف به نظر میرسد. یکی از ویژگی‌های مقاومت مایع مقاومت در مقابل فشردگی هست. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم مایع را فشرده کنیم، در یک ظرف بریزیم و آن را فشرده کنیم. چرا؟ چون مایعات مولکول‌هاش روی هم میلغزند. از همین خاصیت در صنعت استفاده میشود. مثلا در ترمز ماشین از روغن ترمز که مقاومتش در مقابل فشردگی بسیار زیاد هست استفاده میکنند. به این تصویر نگاه کنید، چی میبینیم؟ میبینیم که روغن در یک قاشق ریخته شده، شکل قاشق را به خودش گرفته و اگر قطره ای هم چکیده باز به شکل قطره هست، شکل داره، شکل قطره. حالا شما چه درکی دارید؟ شبیه درک بنده. برسیم به گازها. اولین مورد شکل گازها است. ما در داخل یک ظرف مثلا استوانه ای مولکول‌های گاز قرار داریم. ذرات گاز حرکت‌های زیگزاگی دارند و به دیواری ظرف برخورد می‌کنند. ما اینجا چهار متغیر برای گاز در نظر می‌گیریم. متغیر فشار، متغیر حجم، متغیر تعداد مولکول‌ها و متغیر دما. فاصله مولکول‌ها در گازها همون گونه که خدمتتون عرض کردیم زیاد هست و به راحتی می توانند حرکت کنند. ما می توانیم یک مخلوط همگن از گازها درست کنیم. ما مخلوط همگن از گازها می توانیم درست کنیم. یعنی دو تا گاز رو با هم مخلوط کنیم، مخلوطش همگن است. در صورتی که در مایعات اینجوری نیست. ما سه تا قانون ساده برای گازها می توانیم بنویسیم. چهار تا متغیر داشتیم. متغیر فشار، متغیر حجم، متغیر تعداد مولکول ها و متغیر دما. حالا اگر ما دو تا متغیر رو از چهار تا متغیر ثابت در نظر بگیریم می توانیم قوانینی برای آنها بنویسیم. اولین قانون، قانون بویل ماریوت هست. در این قانون دما ثابت هست. در دمای ثابت حجم گاز با فشار نسبت عکس داره. قانون بعدی ما قانون شارل گیروستاک هست. در قانون شارل فشار ثابت هست. در فشار ثابت حجم با دمای مطلق نسبت چه داره؟ مستقیم داره. قانون بعدی ما قانون آمونتون هست. در قانون آمونتون حجم ثابت هست. در حجم ثابت تغییرات فشار گاز با تغییرات دمای مطلق نسبت مستقیم داره. شما عزیزان می توانید نمودارها را رسم بکنید. شاید قبلا این کار را انجام دادید. مثلا در قانون بویل نمودار فشار نسبت به حجم، نمودار فشار نسبت به دما و در قوانین بعدی. پلاسما چی هست؟ پلاسما یک گاز شبه خونسایی هست از ذرات باردار و خونسا، یعنی مجموعه از اینها هست، که این پلاسما یک رفتار جمعی از خودش نشون میده. مثال میزنم، شما مولکول های هوا رو در نظر بگیرید. این مولکول های هوا خونسا هستند، یعنی هیچ نیروی الکترومغناطیسی بین اینها وجود نداره. اما در پلاسما بارها در حال چه هستن؟ حرکت هستن. یه توده های متراکم متمرکزی
ایجاد میشه از بارها که اینا به صورت موضعی حرکت میکنه. پس یه مجموعه از بارهای مثبت و منفی داریم که حرکتشون باعث ایجاد میدان الکتریکی میشه و تغییر میدان الکتریکی باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشه. پس توجه داشته باشیم که این توده های متمرکز و متحرکی که ایجاد شده با حرکت خودشون روی سایر ذرات اثر میگذارن. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، آیا ذراتی هم داریم که به اصطلاح خونسا نباشن، یعنی مثلا یونیزه شده باشن اما پلاسما نباشن؟ بله، ذرات داریم که اینها یونیزه شدن ولی پلاسما نیستن. در اون ذرات چجوری هست؟ در اون ذرات برخوردهایی به وجود میاد با اتمهای خونسا توسط یه نیروهای هیدرواستاتیکی یا هیدرودینامیکی. پس کنترل میشن این ذرات و این نیروها الکترومغناطیسی نیستن، در حالی که در پلاسما این نیروها الکترومغناطیسی هستن. پس ما وقتی میگیم پلاسما، پلاسما یک گاز یونیزه شده هست، یک گازی که همه یا بخش قابل توجهی از اتم هاش یکی یا چند تا الکترون از دست دادن و تبدیل شدن به کاتیون، یا یه جور دیگه هم میتوانیم بگوییم به گاز به شدت یونیزه شده ای که تعداد الکترون های آزاد آن تقریبا برابر تعداد یون های مثبت آن باشد پلاسما گفته می شود. ما میرسیم به کمیت های ماکروسکوپیک. از اسمشون کاملا مشخص هست این کمیت‌ها کمیت‌هایی هستند که وضعیت ماده را در یک مقیاس بزرگ برای ما توصیف می‌کنند. آشکارسازی این کمیت‌ها چجوری هست؟ ما اگر بخوایم مثلا فشار را اندازه‌گیری کنیم از یک دستگاه فشار سنج که آشکارساز هست استفاده کرده و فشار گاز را اندازه گیری میکنیم. این کمیت ها واحد های اندازه گیری دارند. در سیستم بین المللی یکاها واحد فشار پاسکال، واحد حجم متر مکعب و واحد های دیگر. حالا توجه کنیم که در علم ترمودینامیک ما اگر بخواهیم رفتار ماده را توصیف کنیم هم می توانیم به وسیله کمیت های ماکروسکوپیک و هم کمیت های میکروسکوپی این کار را انجام بدیم. شما نگاه کنید به این شکلی که توسط مثلا میکروسکوپ خیلی بزرگ شده. شما یک چشم را می بینید. این دایره بزرگ ماکروسکوپی هست. اینها ماکروسکوپی هستند. اما یه خطوط بسیار نازکی وجود داره که به وسیله چشم ما دیده نمیشه. حتما باید از میکروسکوپ استفاده کنیم. آنها کمیت‌های میکروسکوپی هستند. پس شما چه میبینید؟ همون چیزی که بنده دیدم و گفتم. کدام قسمت ماکروسکوپی هست توضیح بدید، کدام قسمت میکروسکوپی هست توضیح بدید برای ما. پس کمیت های ماکروسکوپیک یک ویژگی هایی داره. این ویژگی ها رو مورد بررسی قرار میدیم. اولین ویژگیشون این هست که این کمیت های ماکروسکوپی در باره ساختار ماده هیچ فرض خاصی ارائه نمی کنه. یعنی به ما نمیگن که از چه اتم هایی تشکیل شده، این اتم ها چجوری حرکت میکنن، چه دمایی دارن، چه انرژی درونی دارن، چیزی به ما گفته نمیشه. تعداد این کمیت های ماکروسکوپیک کم هست، در حد انگشتان دست. ما میتوانیم این کمیت های ماکروسکوپیک را به طور مستقیم با حواس خودمون درک بکنیم. مثلا یک بادکنک که پر از هوا داشته باشیم، با دستمون فشار بیاریم، این فشار هوای داخل بادکنک را حس کنیم، یا دستمون بگیریم روی گاز روشن گرما را حس کنیم. پس عموماً اینها را می توانیم به صورت مستقیم اندازه گیری کنیم. حالا بیایم سراغ کمیت میکروسکوپی. از اسمش مشخص است، میکرو هست، به وسیله میکروسکوپ اندازه گیری می کنند.
موادی هستن که بسیار اندکن، اندک یعنی کوچک، یعنی ریز، یعنی خرد، خیلی خیلی کوچک، به وسیله میکروسکوپ اندازه گیری میشن. پس چطور میتوان این کمیت رو مشاهده کنیم؟ به وسیله میکروسکوپ. این کمیت ها واحد دارن. اینو توجه کنید که ما اگر بخویم مثلا سرعت اتم ها رو به دست بیاریم، باز هم شاید نتونیم از میکروسکوپ استفاده کنیم، ولی به این کمیت ها کمیت های میکروسکوپی گفته میشه. واحد های مختلفی دارن، مثلا واحد سرعت اتم رو همون متر بر ثانیه رسمی شما در نظر میگیرید. البته در طبیعت هم یک کمیت های بسیار کوچیکی داریم، مثل باکتری های بسیار کوچک یا قارچ های بسیار کوچک که فقط به وسیله میکروسکوپ دیده میشن. توجه کنیم اینجا ما دو تا مقیاس برای شما در نظر میگیریم، یکی مقیاس ماکروسکوپی، یکی مقیاس کوانتومی. در مورد مقیاس ماکروسکوپی صحبت کردیم، اما در مورد مقیاس کوانتومی میتوانیم بگوییم این مقیاس، این ذرات، این مقادیر آنقدر کوچک هستند که در حد ثابت پلانک هستند. پس توجه کنیم که کمیت های میکروسکوپی کمیت های بینابینی هستند، بین مقیاس ماکروسکوپی و مقیاس کوانتومی. پس الان میرسیم به توصیف میکروسکوپی ماده. اگر ما بخوایم فرضهای در رابطه با ساختار ماده، مثلا مولکول ها، مثلا اتم ها، مثلا سرعت اینها داشته باشیم، از توصیف میکروسکوپی استفاده میکنیم. کمیت های زیادی باید مشخص بشن، حرکتشون، نوع حرکتشون، چجور حرکت میکنن، از کنار هم چجور رد میشن، چه سرعت هایی دارن. این کمیت ها باید برای ما مشخص بشه. این کمیت هایی که مشخص کردیم توسط حواس ما درک نمیشه. مثلا ما چجوری میتوانیم سرعت مولکول ها را با حواسمون درک کنیم؟ پس نمیشود این کمیت ها را اندازه گرفت یا مستقیما اندازه گرفت. مثلا برای اینکه سرعت مولکول ها و اتم ها را استفاده بکنیم، میایم از توزیع سرعت ها، مثلا توزیع بولتزمن استفاده میکنیم. واحدهای فشار. ما فشار رو قبلا براتون تعریف کردیم، هست نیروی عمودی تقسیم بر سطح یا واحد سطح، P مساوی با F روی A. در سیستم بین المللی یکاها واحد فشار پاسکال یا نیوتون بر متر مربع هست. البته فشار واحدهای دیگری هم دارد، مثل میلیمتر جیوه، مثل تور آمریکایی که در آمریکا استفاده می شود، مثل میلی بار که در اروپا استفاده میشه، مثل اتمسفر یا جو که در کل دنیا از این واحد استفاده میکنه. به این شکل نگاه کنید، شما یه محوطه میبینید که تاریک هست، یعنی اینجا ماده نیست یا خیلی کم وجود داره. یک انفجار اینجا انجام گرفته و مواد به طرف قسمت‌های خلا حرکت کردن. چیزی که ارسطو گفت، ارسطو گفت طبیعت از خلا بیزار هست، یعنی اگر یه جایی خلا ایجاد شد، فوری مواد حرکت میکنن و آنجا را پر میکنن. حالا ببینیم خلا چیست. دو تا دیدگاه در مورد خلا وجود داره. یه دیدگاه بر حسب تعداد مولکول‌های موجود در سیستم هست و یه دیدگاه بر حسب فشار هست. دیدگاه اول میگه اگر ما بیایم تعداد مولکول‌های موجود در سیستم را کم کنیم، کاهش بدهیم، به حد معینی برسد، میگوییم خلا ایجاد کردیم. تا الان بالاترین میزان خلایی که بشر بهش دست پیدا کرده تعداد 350 مولکول در محفظه است، یعنی دیگه نتونستن مولکول ها را از این تعدادش کمتر کنن. دیدگاه دوم در مورد خلا همونطور که گفتیم بر اساس فشار هست. میگوید اگر فشار را کاهش دهیم خلا داریم ایجاد میکنیم. حالا نگاه کنید به این تبدیلات. یک تور هست 1.332 × 10^-3 میلی بار. یک پاسکال هست 10^-5 بار، هست 7.5 × 10^-3 تور. ببینیم طیف خلا چی هست.
اصلا خود کلمه طیف از گوناگونی میاد، مثل مثلا طیف نور خورشید که از رنگهای مختلفی ترکیب شده. ما خلأ پایین یا کم داریم. اگر فشاری که ایجاد میکنیم بین 1 میلی بار تا 1013 میلی بار باشد، میگوییم خلأ ما خلأ پایین است. خلأ متوسط داریم. در خلأ متوسط فشار بین 10^-3 میلی بار تا 1 میلی بار هست. در خلأ بالا فشار بین 10^-7 میلی بار تا 10^-3 میلی بار هست. خلأ خیلی بالا داریم. فشار در خلأ خیلی بالا 10^-7 میلی بار. از این هم کوچکتر هست. پس با توجه به این که فشار بین چه عدد تا چه عددی باشد، اسامی مختلفی برای خلأ گذاشته شده. خلأ پایین، متوسط، خلأ بالا و خلأ خیلی بالا. حالا ببینیم نمونه پمپ ها چجوری انتخاب میشن. پمپ ها با توجه به رنج اسلاید قبلی و میزان فشاری که لازم داریم انتخاب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. مثلا اگر ما خلأ پایین لازم داشته باشیم، از پمپ مکانیکی روغنی استفاده میکنیم. با روغن هست، روغن درش استفاده میشه، سیالش روغن هست. تک مرحله ای هست، تک استیج هست، چند استیج هست، چند مرحله ای هست و سیال مخصوص اینا روغن و هوا هست. خلأ متوسط چجوری، از چه پمپی برای خلأ متوسط استفاده می‌کنیم؟ از پمپ مکانیکی بدون روغن یا پمپ خشک استفاده میشه. اینا رو مواد خورنده تأثیر میذارن، پس نمیتونیم جنسش رو از مواد خورنده استفاده بکنیم. باید جنس مخصوصی برای ساختن این پمپ ها داشته باشیم. بعدش پمپ دیفیوژن هست. پمپ انتشاری هم بهش گفته میشه. این پمپ پمپی است که اولیه بوده، یعنی اولین پمپ هایی هست که ساخته شده و از جیوه هم درش استفاده میشده که بعدها اومدن از روغن استفاده کردن. در این پمپ یک سیال سیال دیگر رو جاروب میکنه، در اجکتورها ازش استفاده میشه. وقتی ما خلأ خیلی بالا لازم داشته باشیم، از پمپ توربو مولکولی استفاده میکنیم. توجه کنید به این شکل. اینجا شما پره هایی رو میبینید که این پره ها میچرخند. مولکول های گاز ها وقتی وارد این محفظه میشن، به این پره ها برخورد میکنن. پره ها چه کار میکنن؟ جهت حرکت مولکول ها رو عوض میکنن و مولکول ها رو از اینجا خارج میکنن. ببینیم چگونه پمپ ها خلأ تولید میکنن. پمپ ها به دو صورت خلأ تولید میکنن. یعنی ما دو نمونه پمپ داریم. یه پمپ هایی که مولکول های مورد نظر رو از محفظه خارج میکنن، انتقال میدن، نمیذارن مولکولی در محفظه باشه. البته کاملا موفق نمیشن. نوع دیگه‌اش پمپ هایی هست که مولکول ها رو خارج نمیکنن، بلکه چه کار میکنن؟ میان یه تله درست میکنن. یعنی مولکول ها را تو خود پمپ جذب میکنن، در یک محلی نگهداری میکنن به نام تله. تفاوت بین این دوتا هست. تفاوتی که بینشون هست این است که پمپایی که مولکول ها را خارج میکنن آلودگی محیط زیست بیشتری دارن. چرا؟ چون مولکول ها آغشته به روغن و مواد دیگه هستند و برای محیط زیست مضر هستند. فصل دوم، شارش و سرعت تخلیه. اولا ببینیم شارش چیست. اگر ما مقدار آب داشته باشیم یا هوا که در یک لوله یا مجرا حرکت بکنه، میگوییم شارش اتفاق افتاد. وقتی که ما یه سیستمی داریم و سیستم در حال انجام کار هست، یک شرط تعادل داریم. شرط تعادل در سیستم ما ثابت بودن فشار هست. این ثابت بودن فشار به چی بستگی دارد؟ به سرعت تخلیه پمپ بستگی دارد. یعنی هرچه سرعت تخلیه پمپ بیشتر بود، فشار بیشتر خواهد شد. به این شکل نگاه کنید. شما شش را میبینید، یک شش هست که از لوله هاش مثلا اکسید کربن خارج میشه. در این لوله ها شارش پیدا میکنه. هوای تخلیه شده
ما برای اینکه هوای تخلیه شده را مشخص کنیم با علامت اس نشان میدهیم. یعنی چی؟ یعنی هوای تخلیه شده را با واحدهای حجمی یا جرمی مشخص میکنیم با علامت اس. توجه کنیم که این کمیت یعنی هوای تخلیه شده با فشار و سرعت تخلیه پمپ متناسب هست. هرچه فشار بیشتر باشد هوای تخلیه شده بیشتر، هرچه سرعت تخلیه بزرگتر باشد هوای تخلیه شده بیشتر خواهد بود. نکته، توجه کنید که در هر فشاری سرعت تخلیه پمپ یک مقدار معین هست. پس سرعت تخلیه به فشار بستگی داره، نمودار داره. هر فشاری یک سرعت تخلیه و هر پمپی هم یک سرعت تخلیه داره. وقتی ما میخواییم پمپ بخریم روی پمپ نوشته شده سرعت تخلیهش، مثلا 10 متر مکعب بر ساعت یا مثلا 300 لیتر بر ثانیه. نگاه کنید به این شکل، شما 3 شکل میبینید. شاره در حال حرکت هست. در این شکل سمت چپ یک گلوله مثلا فلزی در بین شاره قرار گرفته. چه اتفاقی افتاده؟ خطوط میدان شاره تغییر کرده. اینجا هم تغییر اتفاق افتاده، اینجا هم تغییر اتفاق افتاده، یک جسم دوکی شکل. پس این تغییرات با توجه به شکل جسم هست که داره اتفاق میفته. به این نکته توجه کنید، وقتی که پمپ ها به فشار نهایی میرسن سرعت تخلیه یا تغییرات سرعت تخلیه یا توانایی پمپ به صفر میرسه. ما یک فشار استاندارد تعریف میکنیم برای طبقه بندی پمپ ها، سرعت تخلیه. اگر ما بیاییم حجم رو نسبت به زمان در نظر بگیریم، به دست بیاریم، سرعت تخلیه را به دست آوردیم. سرعت تخلیه به وسیله پمپ ایجاد میشه در یک محفظه. پس به تغییرات حجم نسبت به زمان که پمپ در یک محفظه ایجاد میکند سرعت تخلیه میگوییم. فرمول سرعت تخلیه میشه دیوی به دیتی، تغییرات حجم نسبت به تغییرات زمان، دیفرانسیل گیری می شود. حالا یکای سرعت تخلیه چیست؟ یکای سرعت تخلیه لیتر بر ثانیه یا در سیستم بین المللی یکاها متر مکعب بر ساعت هم هست. این سیستم طوری هست که سرعت تخلیهش تابع فشار دو طرف پمپ هست. پس سرعت تخلیه به فشار طرف محفظه و فشار سمت خروجی بستگی داره و هرچی این اختلاف فشار بیشتر شد سرعت تخلیه هم بزرگتر خواهد شد. نگاه کنید به این شکل، یک ماشین مکنده هست که داره از چاه فاضلاب آب را میمکه و در یک محفظه ذخیره میکنه. یک لوله‌ای که وصل شده اینجا در داخل لوله خلأ ایجاد میشه تا مکش به وجود بیاد و آب از لوله بالا بره، شبیه نوشیدن یک نوشابه به وسیله نی. وقتی شما مک میزنید هوای درون لوله خالی میشه، اختلاف فشار ایجاد میشه و نوشابه به طرف بالا و دهان شما حرکت میکنه. توجه کنید وقتی که فشار دو طرف محفظه به سمت صفر میل میکنه سرعت تخلیه پمپ هم به سمت یک حدی نزدیک میشه، به یک مقدار ثابت حداقل نزدیک خواهد شد. نگاه کنید به نمودار حجم نسبت به فشار، محور عمودی داریم و محور افقی. در محور عمودی متر مکعب بر ساعت هست و محور افقی میلی بار هست فشار. اینجا شما در نظر بگیرید یه فشاری کمتر از 10^-3 میلی بار هست، یک فشاری کمتر از 10^-2 میلی بار هست. میبینید شیب هاشون با هم فرق میکنه، ولی با گذشت زمان این دوتا چی میشن؟ به هم نزدیک میشن و یک مقدار ثابتی پیدا میشه. یعنی سرعت تخلیه تقریبا ثابت میشه و
نمودار به ما میگه که تغییرات سرعت تخلیه به صفر داره نزدیک میشه. پس اگر ما بخوایم سرعت تخلیه را محاسبه کنیم به روش زیر عمل میکنیم: تغییرات حجم نسبت به زمان، حاصل ضرب فشار در سرعت مقدار ثابت هست. حالا دیفرانسیل گیری میکنیم، یک بار پی را ثابت در نظر میگیریم، یک بار وی را ثابت در نظر میگیریم. پس خواهیم داشت پی دی وی مساوی با وی دی پی و مشتق مقدار ثابت هم صفر خواهد بود. وقتی اینجا صفر هست این دوتا با هم مساوی هست، پی دی وی مساوی هست با وی دی پی. دی وی به دی تی میشه تغییرات حجم نسبت به چی؟ زمان. وقتی که از این رابطه بر حسب زمان مشتق گیری کنیم به این صورت به دست میاد یک مشتق زمینی هست، یعنی هم نسبت به فشار مشتق گرفته میشه و هم نسبت به زمان. وی وی به دی تی هست منهای وی روی پی، دی پی به دی تی. اسم اینو اسم میذاریم، اسم کوچک مثلا شما در نظر بگیرید میشه منهای وی روی پی، دی پی به دی تی. حالا اگر ما اینو بخوایم به صورت لوگاریتمی بنویسیم، اس برابر هست با وی روی تی ln پی صف روی پی. یعنی کاری که انجام میدیم دی تی رو میاریم این بر، جای پی و دی تی رو عوض میکنیم. حالا یک کس داریم دی پی به پی و یک کس داریم وی به دی تی. اگر انتگرال گیری بکنیم نهایتا اس بزرگ اینجا به دست میاد، وی روی تی ln پی صف روی پی. پی صف چی هست؟ فشار اولیه، پی فشار ثانویه، تی زمان، وی حجم. رابطه قبلی را به این صورت هم می توانیم بنویسیم: پی مساوی با پی صف، ای به توان اس روی وی تی. چه کار کردیم؟ از این دو طرف لوگاریتم نپرین گرفتیم، اکسپونشیال گرفتیم و به این نتیجه دست پیدا کردیم که در مسائل ازش استفاده میشه. با یک مثال بحث رو بازتر میکنیم. قرار است محفظه با حجم 500 لیتر در زمان 6 دقیقه به فشار 1 میلی بار برسد. سرعت تخلیه مؤثر چه مقدار خواهد بود؟ داریم فشار رو کم میکنیم تا به 1 میلی بار برسد. برای حل این مسئله اول باید تغییرات یا تبدیلات رو انجام بدیم. حج بر حسب لیتر هست به متر مکعب تبدیل میشه، بر هزار تقسیم. تی دقیقه هست به ساعت تبدیل میکنیم، یعنی بر 60 تقسیم. پی صفرمون یک اتمسفر هست به میلی بار تبدیل میکنیم، میشه 1013 میلی بار. و پی یک هست 1 میلی بار. اگر اینها را در این فرمول بگذاریم و ساده کنیم نهایتا به این صورت در میاد: اس مساوی با وی روی تی ln پی صف روی پی یک مساوی با نیم تقسیم بر یک دهم ln 1013 تقسیم بر یک. لوگاریتم اینا میگیریم، در این عبارت ضرب میکنیم، جوابمون میشه 36.4 متر مکعب بر ساعت. برسیم به محاسبه زمان تخلیه. برای محاسبه زمان تخلیه باید فرضهایی را در نظر بگیریم. فرض اول، از مقاومت مسیر صرف نظر میکنیم، یعنی فرض میکنیم مسیر منقص صاف هست که مقاومتی در مقابل شارش وجود ندارد. فرض دوم، نشتی از خارج از محفظه به داخلش وجود نداره، سوراخ‌ها یا روزنه‌هایی نیستن که مثلا هوا یا مواد دیگه از خارج وارد محفظه بشن. فرض بعدی، فشار بخار مواد داخل مخزن از فشار نهایی بسیار کمتر باشه. موادی که داخل مخزن هستن فشار بخار دارن، مثلا احتمال داره جیوه داشته باشین، فرض کن فشار بخار داره، باید فشار بخارش از فشار نهایی که ایجاد میشه کمتر باشه. توجه کنید که در محدوده فشار اولیه و نهایی
سرعت تخلیه پمپ ثابت هست. اینم فرض بعدی. حالا اگر زمان تخلیه رو با تی، حجم مخزن رو با وی، سرعت تخلیه رو با اس، فشار اولیه رو با پی صفر، فشار ثانویه رو با پی یک نشان دهیم، این رابطه خواهیم داشت. تی مساوی با وی روی اس، ال ان پی صفر روی پی یک. مثل همون رابطه قبلی است، جای تی و اس رو با همدیگه چه کار کردیم؟ عوض کردیم. توجه داشته باشیم، وقتی ما داریم یک رابطه ای بر اساس زمان می نویسیم، پس بر اساس واحد زمان در صورت تخلیه این رابطه ما تعیین خواهد شد. باز هم یه نکات دیگه، در حین محاسبه وقتی که زمان رو داریم محاسبه میکنیم، باید واحدهای فشار دو طرف، واحدهای فشار یکی باشه. مثلا واحد پی صفر اتمسفر باشه، واحد پی یک هم اتمسفر باشه، یه واحد هر دوتاش بار یا واحد هر دوتاش میلی بار باشه. همچنین واحدهای حجم هم در صورت تخلیه باید یکی باشه. اگر نبود چه؟ باید از ضرایب تبدیلی استفاده بکنیم، مثل مسئله قبل که خواستیم سرعت تخلیه رو به دست بیاوریم، از ضرایب تبدیلی استفاده کردیم. متر مکعب داشتیم یا لیتر داشتیم، به متر مکعب تبدیل کرد. این هم نمودار سرعت تخلیه پمپ روتوری هست که قبلا در موردش صحبت کردیم. محور عمودی بر حسب متر مکعب بر ساعت و محور افقی بر حسب میلی با. این یک پمپ روتاری دو مرحله ای هست، یعنی در دو تا فشار کار میکنه. شروع فشارش یکیش در چی هست؟ در 10^-3، کمتر از 10^-3 میلی بار، و فشار بعدی در کمتر از 10^-2 میلی بار هست. پس در شکل میبینیم که در انتهای محدوده عمل کرد سرعت تخلیه تقریبا صاف شده، تغییراتش کم شده. تبخیر، چرا تبخیر؟ ببینید عزیزان، ما وقتی یک ماده داریم در دما و فشار معین، اتمهای ماده تغییر میکنه. مثلا دما و گرما باعث میشه شکل اتمها تغییر بکنه، فشار باعث میشه که مثلا فشار زیاد بشه، اتم ها تغییر بکنن، در نتیجه ماده فشرده تر بشه. حالا ما در یک سیستم خلأ که در نظر بگیریم چه اتفاقی میفته؟ دیواره های داخلی شروع به تبخیر شدن میکنن. چرا؟ چون تخلیه داره انجام میشه. پس به علت تخلیه هست که دیواره های داخلی شروع به تبخیر شدن میکنن. ذرات جدا شدن، وقتی که به علت تبخیر این ذرات جدا شدن، توسط پمپ از محفظه خارج خواهند شد. به این شکل نگاه کنید، ما اینجا داریم مایع میبینیم، مثلا آب. مولکول ها خیلی به هم نزدیک هستند. حالا این یه فاز هست، فاز مایع. تغییر فاز داده میشه در تبخیر، از مایع به چی؟ به گاز. فاصله مولکول ها خیلی بیشتر شد و آزادی های بیشتری به دست آوردن. پس بخار شدگی یا تبخیر سطحی یه نوع تبخیره. چه تبخیری؟ یه تغییر فاز هست، از سطح مایع به سمت یک فاز گازی اشباع نشده از ماده. به این شکل هم اگر نگاه کنیم میبینیم که مقدار آبی که در داخل اینجا ریخته به مرور زمان تبخیر میشه، بخار میشه و به هوا میره و تولید ابر میکنه. حالا چه عواملی هستن که بر تبخیر مؤثرن؟ اولش فشار هوا هست. وقتی فشار هوا کمتر شد، اون مولکول هایی که آزاد شدن از سطح راحت تر میتونن خارج بشن. سطح مایع هست، هرچه سطح مایع بیشتر باشد تبخیر بیشتر صورت خواهد گیره. وزش باد هست، وقتی که وزش باد داشته باشیم سرعت تبخیر افزایش خواهد یافت. دمای هوا هست، اگر دمای هوا زیاد بشه سرعت تبخیر افزایش پیدا میکند. ما دو نوع تبخیر داریم، تبخیر با گرما، در هر دمای اتفاق میفته.
تو این تبخیر دمای مایع باقی مانده سرد میشه. مثلا شما در یک ظرف سرباز الکل ریختید، دست بزنید داخل الکل، میبینید سرد هست. چرا؟ چون تبخیر شده یک مقداری، رفته بیرون، بقیه الکل که باقی مانده سرد هست. عواملی هم بر سرعتش اثر داره. تبخیر بدون گرما داریم. در تبخیر بدون گرما چه اتفاقی میفته؟ مولکول هایی که در داخل مایع هستن انرژی دارن، حرکت میکنن، به مولکول هایی که روی سطح مایع هستن برخورد میکنن، ضربه میزنن، مولکول های روی سطح مایع انرژی پیدا میکنن، آزاد میشن، به هوا میرن. پس مولکول های مایع در حال